طرف با معماری و بافت خاصی که داره شناخته میشه. مثلا همین آسمون خراش‌های بلندی که دیدید به شهر نیویورک کاراکتر خاص خودش رو میدن. در اینجا میخوام شما رو با یکی از شرکت‌های پیشرو در عرصه معماری آشنا کنیم. حریریان حریری. دفتر معماری حریری ها رو گیسو و مژگان حریری، دو خواهر ایرانی، در سال 1986 میلادی تأسیس کردند. از بچگی با هم همیشه دنیای بازی خودمون رو اختراع میکردیم و هنوزم که هنوزه باورتون نمیشه، مثل اینکه دنبال روی همون زمانیه که با هم همه چی رو مجبور بودیم بسازیم. توی این 26 سال اونم با این همه رقابت در عرصه معماری، خواهران حریری تونستن نامشون رو به عنوان معمارانی پیشرو و خلاق مطرح کنن و به مرحله‌ای برسن که آرزوی خیلی از معماراست. برای ما موفقیت رسیدن به هدفایی که داریم و یکی از اون هدف ها اینه که بتونیم یک ساختمان نو و مهم در سطح دنیایی انجام بدیم و متاسفانه هنوز به اون هدفمون نرسیدیم. بنابراین خودمون رو خیلی موفق نمیدونیم. خوشبختیم که تونستیم با هم دیگه کار بکنیم، نه اصولا با عنوان اینکه دوتا خواهریم، از اینی که دوتا زن هستیم. برای اینکه همینجور که میدونیم بیشتر معماران مردان بودن و امیدواریم که بتونیم یه مقدار حرفه معماری رو به وسیله زنان خیلی هنرمنده در تمام دنیا جلو ببریم و یه نظر جدیدی اضافه بکنیم. به هر حال خیلی معمارا هستن که ایده های جالب دارن. فکر می‌کنید چه عوامل دیگه مهمه که یک معمار بتونه در حرفه خودش موفق بشه؟ یعنی آیا این بیزنس روابط عمومی چه عامل دیگه ای رو مهم میدونید در این حرفه؟ روابط عمومی خب خیلی مهمه. نشریات مختلف و میدیا. بنابراین شاید این یکی از کوتاهی‌های شرق و خاورمیانه که میدیا نبوده، تلویزیون کمتر معماران را نمایش میدن، باهاشون صحبت میکنن، نشریات کمه و غیره و غیره. اما مهمتر از اون هدفه. مهم اینه که یه هدفی برای خودتون پیاده بکنین و به هر نوعی که شده سعی کنین به اون هدف برسین. حتی اگه به اون هدف نرسین، در مسیر و راه اون هدف بالاخره اگر کار خوب بکنین پنهان نمیمونه. کتاب طرح‌های حریری ها رو که ورق میزنی، اولین چیزی که جلب توجه میکنه سادگی طرح‌هاست. سلیقه نسل قدیم هنوز گرایش بیشتری داره به تجمل. تجملات به سبک قدیم هم دیگه امکان نداره. اینی که بخواییم تقلید یه کار سنتی رو بکنیم به نظر من اشتباهه. کار معماری ما در باطن سنتیه. اگر در باطن بتونین بفهمین که این سنت چی بوده و معماری باستانی راجع به چیه، فکر میکنم بشه اونو اوورد در کارهای جدید و حتی مینیمالیسم. If the house is an extension of the body or a transparency of the mind, what will the house of the next millennium look like? یکی از طرحاشون که به نظر خود من خیلی جالب اومد خونه دیجیتاله که در سال 1999 میلادی در موزه هنرهای مدرن نیویورک به نمایش در اومد. خونه‌ای که با فشار یک دکمه تبدیل به کامپیوتر میشه. این طرح تجربی بود. یعنی ما خودمون میخواستیم آزمایش کنیم ببینیم در آینده با تکنولوژی جدید چه کارهایی میشه انجام داد. ما فکر کردیم شاید بشه از تکنولوژی جدید مصالح جدیدی اختراع کرد که این مصالح بتونه معماری رو به کلی عوض کنه. And one can have dinner with friends that are thousands of miles away. طرح مورد علاقه خودتون میدونم نمیتونید انتخابش، یعنی خیلی سخته که بگین کدوم طرح مورد علاقه خودتون هست.
ولی الان همینطوری من ازتون بپرسم کدوم طرح میاد بیشتر به نظرتون و چرا؟ جدیدترین طرحهایی که داریم که الان در حال ساختمانه و هنوز تکمیل نشده و تمام نشده، یک مجموعه خیلی بزرگ لوکس در شهر سالزبورگ اتریش. چرا این مجموعه جالبه؟ برای اینکه ما همیشه سعی کردیم که معماری رو فقط در یک حد به خصوص انجام ندیم و بتونیم تمام قسمت‌های مختلف طراحی رو با هم یک جا انجام بدیم. خیلی دوست داریم اگر که بتونیم یک دنیایی درست کنیم که همه چیزاش به همدیگه بتونه متکی باشه و با هم کار بکنه. اگه قرار باشه از بزرگترین مشکل کارتون بگین، چی میگین اون مشکل رو؟ بزرگترین مشکل ما سختگیری و انتقادیه که خودمون روی خودمون میگذاریم. این طرحی که میکنین چی باشه؟ به چه دلیلی باشه؟ چطور باشه؟ اون قسمت طراحی و قسمت ذوقیش من فکر میکنم یکی از سخت‌ترینه، برای اینکه اقلا برای دفتر معماری ما فرمول نداره. کتابای معماری خواهران حریری وجود تفکر پشت هر طرح و چگونگی به اجرا در آمدن اونا رو نشون میده. آیا دوست دارید کسی از کار شما تقلید بکنه؟ در غرب میگن که تقلید کردن یه کمپلیمانه. اونایی که میتونن بکنن خب به ما یه کمپلیمانی دادن. امیدمون اینه که بتونیم معماران جوان و هنرمندان جوان رو الهام بدیم، همونطوری که خودمون دائم از همه هنرمندان الهام میگیریم.